بفهمید. سلام. سلام علیکم جوون. بفهمید. مهران چرا اینطوری شده؟ این بازی چیه؟ هی فرقی هم میکنه. فرق نمیکنه؟ تو کی میخوای اینجا بمونی؟ خالی شدم میترم. خالیم کردم. ماما چرا نیومده؟ مهم اینه که رها شدی، جونت خریدی، آزاد شدی. چی خریدی؟ من آزاد نشدم، معامله شدم. مادرمو مهران، من با مامانت حرف زدم. سری قضیه خونه مجردی، حرفی منو قبول نمیکنه، اصلا قانع نمیشه. تو خودت باید بیای بیرون، بری باهاش حرف بزنی، قانعش کنی. خونه مجردی رو نمیفهم. به من میگه تو این مدت تو با پدرت رفت آمد داشتی. خدا وکیلی یه بار شنیدی از دهن من در بیاد بگم بابام فلان؟ چون یه آدم دیگه واسه من مرده. این دروغا همش زیر سر گرکانی است. از هیچ و پوچ برات آتو ساخته است. تو هم که از ترست جرئت نمی‌کنی پاتو از زندان بذاری بیرون و بری باهاش روبرو کنی. بیام بیرون که چه غلطی بکنم؟ دیگه زنی برام مونده، عشق مونده، نه مادری نه فوتبالی. چه حرفیه میزنی؟ چیه؟ چی شده؟ زنت که الان به لحاظ قانونی زنته. راجب او وکالت هم گفتم نگران نباش. عشقت هم که یه فوتبالیست غیر یه زمین چمن استاندارد و یه توپ خوب، مگه عشق دیگه ای داره؟ که خدا نشکر تو اصفهان و تهران پره. مثل آبادان ما نیست که همه زمین ها خاکی و توپ ها پلاستیکیه. چته؟ وقتی میگه گرکانی میترسی. من ترسم از گرکانی نیست، از مردمه. خب حداقل برای مردم این کارو بکن. بیا بیرون آب هتشو بیریز رو آب. حمیدم قول داد است که همکاری کنه. این خبر تمام محافل فوتبالیه میترکونه مهران. اگه این کار نکنی باید منتظر باشی دوباره از دل این جوونا مهران سارنگ و مجید روشنایی ها بزنن بیرون. همینه میخه. مهران من دیگه بریدم، دیگه تنهایی نمیتونم کاری بکنم. میرم بیرون زندان منتظرت میمونم. اگه اومدی که هیچ، ولی اگه نیومدی مهران دیگه سراغ من نیا. با اجازتون آقای رئیس، دستی شما درد نکنه. خواهش می‌کنم خانم، بفرمایید. مهران کوکو، ما هر کاری تونستم برای رهاییت دریغ نکردم، برای خلاصیت از برای همین موقعیتی که الان هست. دنبال تشکرم نیست و نباش، چون لااقل توی قصه مانو تو یر بیاریم. تو نمونه از یه چیهایی که همیشه بندم بود رها کردی. ما همیشه آرزون بود از بچگی فوتبالیست بشم. یه کسی مثل تو الان، مثل مهران سارنگ الان. نشد، جنگ نذاشت. شدم وکیل پاییه که جنگ زده، که بازم تموم آرزوهاشو ته تهش همون مستطیل سبز همون توپه بود، ولی الان دیگه نی. تو رهام کرد. ولی مهرانو بیرون هنوز خیلی آرزوشون مهران سارنگ شدن و از ما گذشت. به اونا فکر کن. بیا بیرون. خواهی رسی میداشی بیرون؟ بله. اینجا بعدی در اعضای یک جلد کلام الله و یک شاخ نبات و آزادی معبوس در مورد اشاره، این هم جزء مهریه است. حاج آقا مصیب؟ بله حاج آقا، خدمتون که عرض کردم همه چیز قانونی است، شما خود رو جاری کنید. برای اولین بار است اینجور مهریه را میشنوم. این قضیه آزادی معبوس چی چیه؟ یه چیزی از شبیه خونبس، منتها قانونیش به توافقی است بین ولی دم و مادری متهم. نامه قاضی رو دارم خدمتی منشیتون.
صلح‌نامه بین ولی دم ملک منصور مسیب و خانم مهرانه سارنگ مادر متهم. بازی پرونده اجازه دادن که در ازای آزادی پسری این خانم یه عقدی جاری بشه بین پدری ما و خانومی سارنگ. بله، خانوم شرایط ازدواج رو دارن. بله همشیره، پسرتون الان آزاد هستن. شما خود به عقد رو بخونیم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم مهرانه سارنگ، آیا به این جانب وکالت میدهید که شما را به عقد دائم جناب آقای ملک منصور مسیب در قبال مهریه معین که عبارت است از یک جلد کلام الله مجید و یک شاخ نبات و صلح و سازش قانونی در محضر قاضی درآورم؟ وکیلم؟ بله. مبارک باشه. برای شادی روح مسعود صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. خدا رو شکر آزاد شدی. تو به این میگی آزادی؟ ناشکری نکن مهران. بیا به مامانت زنگ بزن، خیلی بهش مدیونی. ها بگیر مهران، مادرت دوباره به دنیا دوباره. اول من بله سبی خانوم، این اعمال خود آقا جون است. ما از خودش به خودش برمیگردیم، ایشالله که هزار سال برقرار باشد. بله، اینم برای خانم سارنگ. بفرمایید. به خجستگی و مبارکی. خیلی قشنگ است، چششون در بود. بفرمایید خانوم، قابل شماره نداره. ایشالله سفید بخت بشه. من باید برای شما یه کار میکردم، نکردم، نتونستم. هم منزل اول به گدایی افتادم. این مسئله است. حالا اینو میدم به خودتون. خدا رو شکر که هم پسرتون آزاد شده است، هم دیگه خودتون بیوه نیستین و یه شوهر خوب گیرتون اومده است. ممنونم جواهر جان. ببخشید من برم یه نفسی تازه کنم. ببخشید. چطور شد؟ چی شد؟ الو بفرما. ببخشید مثل که اشتباه گرفتم. نه اشتباه نگرفتی، منم ملک منصور مسیب. سلام آقای مسیب. خلاص شدی؟ اومدی بیرون ها؟ گوشی مادر من دست شما چی کار میکنه؟ خودش هم اینجا پیش ماست. میخوای باش صحبت کنی؟ میشه گوشی رو بهش بدین لطفا؟ دست مادرت بنده، میاد خودت بیا. چرا دروغ میگین آقای مسیب؟ من اصلا دلم نمیخواد مهران رو ببینم، نه مهران و نه هیچ کس دیگه رو. خونه خودته. مردی کجاست؟ اونه مسعود مسیه از هر کی که بپرسی نشونه. یعنی نمیخوایم بذاریم من باش حرف بزنم؟ یا ببینش بابا، یا به پاش بیو پسری کن براش. معطلی چی هستی بابا؟ آدم برای اینجور مادری باید بمیره. حداقل بذاریم یه سلام بهش بکنم.
مادرت هم سلامت میرسونه. مهران چی تو شو؟ هیچی نگو. از شاک گاو میترسیم؟ بازه اومدی؟ کجا میخوای بری؟ مگه اسیر گرفتی؟ غنیمت گرفتم. من خودمو میکشم، میکشم و داغمو به دلتو میذارم. برو بابا، تو سوخت داره تا بلو میترسونی؟ باشو باشو، یه چیزی با سفتوار ما حاضر کن. بگو چی شد دیگه، جون به لبم کرده. نزاش باش حرف بزن. کی؟ پیر مرده، نزاش به خودی مامانت نخواست. اون که گفت ای بیا اینجا خودمو میکشم. مامانه؟ حالا مهران تو آروم باش، حالا بالاخره باید یه فکری بکنیم، یه طوری میشه دیگه ها؟ حرف نمیزنه، گوشیشو داده دستم پیر مرده. کجایی تو؟ حالم خوب نیست مهران، شاید بعد از برم شما. چی میگی زده به سره؟ تو این میری بیری بل کنی بری شمار که چی بشه؟ دلم برای بچه هم تنگ شده مهران. صمد میگفت حال مادرش بدتر شده، بهتره من کنارشون باشم. گیتی تو حیاتو بیمارستان چیزی به من گفتی؟ فلانی قول داده یک کاری باست من بکنه. نشد مهران، بابا مثل همیشه بدقالی کرد. چونه گیتی داداشی، چونه گیتی، یه وقت کار احمقانه نکنی. تو هنوز یه روزم نیست که از زندان آزاد شدی. تو چطوری؟ نه خوب نیستم، دارم تو خیابونا هر جایی که قبلا پیداش میکردم دنبالش میگردم، ولی نیست. بابا نیست. آب شد رفت تو زمین مهران. من دارم میرم خونه، تو کی میای؟ نمیدونم. تو نگران من نباش، راحت برو بخواب. خسته ای. خداحافظ. باشه خداحافظ. چی چی میگفت؟ شب برو شمال، حالا مادر صمد خوش نیست. گفتی فلانی قرار است برات یه کاری بکنه، کیا میگفتی؟ نکنه منظورت گرکانی بود ها؟ نه بابا گرکانی کی؟ پس کی؟ هیچی، یکی از این بچه های مطبوعات قول داده بود یه کاری کنن خبر آزادی منو شرط مرت آزادیم جای درز نکنه. سو تنها شده یارا تو به ما، همه رفتند از این خانه، خدا را
من داغ و درد از همه نقش و نگار دل من بنگر این نقش به خون شسته نگارا در پای تا چون موچ خوشتار گریست که سر سبز تا خوش باد کنارا تو بماند و من بی کس و تنها شده یارا تو به ما این که هنوز نیومده چراغش خاموشه خب بیا بریم خونه ما نه بابا نمیخوام هنوز نیومده تو بابا بیافتیم به جون هم دیگه ولی ما هنوز زن و شوهری باشه میخوام این دفعه حواسمو جمع کنم دیگه بابا بهم گیر نده بهت بر نخوره ولی اصلا چش دیدن منو نداره نگو مهران بابام هیچ وقت بعدی ما رو نمیخواد اصلا میدونی چی کار کردست؟ رفته با قاضی مدبر حرف زده است که اگه بشه به جا 3 سال حبس 3 سال بری به این بچه یتیم و فوتبال یاد بده دیگه بهتره زی؟ آخرش که چی؟ که واسه من زندگی بشو نیست جرأت نمی کنم سرمو بگیرم بالا مبادا کسی بشناسه تا یه حرفا چی نیست؟ همه چی رو 4 روز دیگه فراموش میکنن اصلا یادشون میره مهران تو باید محکم باشی تو باید مثل کوه پشتی من باشی چرا تو اینقدر ماهی؟ مثل مادر میمونی بر من هرچی من بهت بد میکنم تو با خوبی جواب میدی بعد اون بامبولای گره کنی مادر من پشت من خالی که تو هنو پای من بایست دیم مهران به هم ثابت کن اگه پاد واسادم اشتباه نکرد ثابت میکنم قول میده؟ قول میدم مهران شب بخیر شب بخیر خدا قوت وای بابا قبول باشه انشالله سلام سلام بابا کسی دیگه ای نبود که این 16 رو تا دم خونه آباجیش اسکورت بکنه من برای اسکورتش نرفته بودم بابا رفتم بیارمش بیرون نمیخواست از زندان خلاص بشه باریکلا دلش نمیخواست از زندان بیاد بیرون چرا؟ به خاطر ازدواج مادرشون یا ترس از افشای اسرارش کدوم؟ تازه اون عکس ها و اون مدارک فضاحتوار کم بود پرونده آقا جونشونم رو شد که یا عالم الکلی لاعبالی بیبند و بار مهران فرزند خلف همون پدر حالا اینا به کنار مهران قرار بود که 3 سال حبس بکشه ولی با ارفاقی که بهش شد
قراره که 3 سال به بچه های یتیم و بی سرپرست این شهر فوتبال یاد بده. خب این ایرادش چیه؟ هیچ ایرادی نداره. فکر میکنی با این سابقه مشعشع و درخشان چیزی هم واسه دفاع میمونه؟ کدوم سابقه بابا؟ اینا همش دروغ و ساختگی است. یعنی من اینقدر بچم که یه همچین چیزایی از شوهرم ببینم بازم ازش دفاع کنم؟ نه نه بابا، اگه اون عکس ها واقعی بودن من یه دقیقه با مهران نمیموندم. میترا اون عکس ها اون مدارک واقعیه، خودتو فریب نده. نه طوری نی، تو حالا آدرسو یادداشت کن، قلم خودکار داری؟ خیلی خوب، خیابون عبدالرزاق، وقتی رسیدی سراغ کوچه منشی رو میگیری. بوغسی کم بود، یکم از قوق درت میاد. حواست تو زاد شارخی؟ پسر فول، قاتلی محسودی داره دعوت میکنه بیاد اینجا. کی؟ قاتل؟ مهران سانک دارید میاد اینجا؟ قال نکنی ها. خب میاد اینجا چیکار کنه؟ شما چرا هیچی بهش نمیگی؟ چی بگم؟ اصلاش به کی بگم؟ حواست تو جا؟ حق و حقوقی ما را دادم، گفتن بفرما، خوش اومدی. ما حالا اینجا دیگه مهمونیم، مهمونم خریصاب خونه، خالیده؟ آقا دم شیه قفزه دست به دهنش. حالا اگه تو بگو قضیت فرق میکنه، من یه صدام در ادا میان دوباره قضیه دیه واسه 100 میلیونه. زنم و صحبیدم گفت دیگه صداش در نمیاد، دخالت نمی کن. آوازی هم شو قرمونشون برم. اونا که هیچی از اولش هم همینجور. بله اونا بوزاری لنزونن، هر وری باید بیاد خمار راست میشه. خیلی فعلا خداحافظ، کوچه یه جایش تاری که حواست جمع کن. خداحافظ. چی بود بابا؟ چیکار داشت چی بهش گفتی؟ تو رو به کارات برس، برو اساس رو جمع کنیم شب باید بریم خونه. برو باید چی نشسته اینجا تو حیات قام برک زده فرها؟ هیچ کار نداری؟ باشه کاری بکن، مهمون داری ما. همون فرهاد قصه داره. من هم دارم، هممون قصه داریم. میرم که مهمون ویژه داری. این کار رو به کار تو نمیده، میگم برو اساس رو جمع کن. باشه میرم بابا، ولی من باید بدونم قضیه چی چیه. روز عقد کردین طرفو، شب میخوان قاتل رو برداریم بیارید اینجا. لا اله الا الله. تو چرا همه کاسه کن داره میشه گیرین سری بابا؟ نه بذار بگه فرها. نه داداش چی بگه، قربونت برم ما همه نو خود لوبیا یاشیم، همه اون ریخته شدیم توی ادی از آقامونه. خب چرا هیچی بهش نمیگی؟ میخوام من بگم. فوزولیا به تو نیومده، میگم برو اساسا رو جمع کن. زور مادر قاتل رو برداشتین آوردین اینجا، عقدش کردین، حالا میخوان خود قاتل رو بردارید بیارین اینجا. چیکار کنه باهاشون؟ باید بریم سر قبر امام محسود یار مبارک بذاریم دیگه یواش یواش. اما فرا چرا هیچی نمیگی تو؟ من چی بگم؟ چیکار کنم؟ این چه طرز حرف زدن به بزرگتره؟ آدم حق داره با این کاری که شما میکنین بره خودش آتیش بزنه. آقا بزرگ، آقا بزرگ. تو ببر بچه. بابا من دیگه بچه نیستم. خب دیگه بچه نیستم. دیگه نگو به من بچه. من از این خونه میرم بیرون که دیگه چشم تو چشم هیچ کدومتون نیافتید. شما که دل ندارین که. اما محسود من رو زدن کشتن، شما میخواین بردونی قاتل رو بیارید اینجا؟ شاهرخ، آجی به بابا اینجوری صحبت میکنی؟ کجا میخوایی بری شاهرخ؟ اخلاق شما به مادرش رفته. شاهرخ، 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 همون شاهرخی بود داده بیاد میکنم؟ بله آقا جون، شاهرخی بود، از دستی شما شاکی است، قاطی کرده است. راستشو بخوای ما هممون قاطی کرده ایم. تو عمرم اینقدر از کاری که قبول نداشتم دفاع نکردم. حجی من کاری رو میکنم که میفهمم. خب به ما هم بگید آقا جون، قرمون شکل ماهتون دارم به ما هم بگید. قرار نیست هر کسی که حرمت بزرگی داره چیز داره از بقیه مخفی کند که. بگید کجاها رو میبینید، به ما هم نشون بدید تا ببینیم. حالا فعلا برو دنبال پسره. بذارین بابای خول چله مستت هر غلطی که میخواد بکنه. لعنت بر شیطان.
وایسا دادا، وایسا دادا، وایسا کجا میخوای بری؟ با این قلبت میخوای بوده دنبال شاروخی؟ وایسا میارمش. بیاریشو فرهاد. خاطر جان فرهاد بیاریشو. باشه. باشه میارم تلفنش جواب تو برس چی اومده دادا؟ تو یه دفعه رفتی دوباره اون یکی بسمونه دادا؟ کجا میخواستی بری؟ به چه؟ کجا رو دارم برم؟ من که جز شما کسی رو ندارم. اگه من دارم